بدون شک سیاهدانه یکی از پرمصرفترین و پرخاصیتترین بذرهای گیاهی به حساب میاد که اتفاقا این روزها مصرفش بین مردم هم خیلی زیاد و شایع شده توی این ویدیو میخوایم در مورد خواص و روشهای مصرف صحیح سیاهدانه صحبت کنیم سیاهدانه طبیعت بسیار گرم و خشک داره و مصرفش برای درمان بیماری های سرد و افرادی که تب خیلی سرد دارن یا دچار بیماری های بلغمی مثل درد مفاصل یا مشکلات گوارشی و سردی گوارش هستند بسیار مناسب و مفیده اولین نکته این که در نظر داشته باشید که سیاهدان غذا نیست و یه داروه پس حتما در زمان بیماری و با دانش و اطلاعات کافی باید سیاه رو مصرف کنید و اگر هیچ مشکل خاصی ندارید بهتره که در مصرف سیاه دانه حتما احتیاط لازم رو داشته باشید اما سیاه دونه رو میشه به شکلهای مختلفی استفاده کرد شما مثلا میتونید توی وعده های صبحانه دونه های سیاه دونه رو همراه پنیر با صبحانه میل کنید یا اینکه میتونید سیاه دانه رو هنگام پخت نان با بقیه بذرها و سبزیجات دیگه استفاده کنید و یه موضوع خیلی مهم اینه که سیاه دانه نباید آسیاب بشه و به صورت پودر شده نگهداری بشه و اگر ما خواستیم آسیاب کنیم بهترین روش مصرف سیاهدانه به شکل دو سینه که ما سیاهدانه رو نیمکوبش میکنیم و با اصل مخلوطش میکنیم که میتونیم با ترکیب یک واحد سیاهدانه و سه یا پنج واحد اصل رو با هم مخلوطش کنیم و توی منزل نگهداری کنیم و ازش استفاده کنیم که میزان مصرف مناسب دو سین یک تا سه قاشق چایخوری در طول شبانه روز بسته به بیماری و مشکلی هست که شما دارید میتونید استفاده کنید ازش سیاهدانه یکی از بذرهاییه که معمولا روغنگیری میشه و روغن سیاهدانه هم یکی از پرمصرفترین و پرخاصیتترین روغن های گیاهی هست که خواص خیلی زیادی داره روغن سیاهدانه برای درمان دردهای های مفصلی مثل کمردرد و دیسک کمر اثر بخشی بسیار خوبی داره افزایش دهنده میل جنسی باز کننده گرفتگی های بینی و درمان کننده سینوزیت هست درمان کننده عفونت، دفع کننده سنگ کلیه، ضد میکروب و کاهنده وزنه ترکیب روغن سیاهدانه و روغن زیتون یا روغن بنفشه یه درمان عالی برای سینوزیت هست که شما میتونید روغن سیاهدانه رو با یه مقدار روغن زیتون یا بنفشه مخلوطش کنید و شب و صبح به صورت چند قطره در بینی بریزید و اثر فوقلاده اون در درمان سینوزیت رو ببینید. همچنین برای پایین آوردن فشار خون بالا شما میتونید از ترکیب روغن سیاه دانه و روغن زیتون استفاده کنید که ترکیب این دو روغن رو کافیه چند قطره زیر زبونتون بریزید و اثر فوق اون در کاهش فشار خون رو ببینید روغن سیاه دانه ضد ریزش و تقویت کننده موی سر ابرو موژه و ریش هست و مصرف اون باعث جلوگیری از زود سفید شدن موها و تحریک رشد موها میشه روغن سیاه دانه به علت داشتن خواص ضد میکروبی و ضد التهابی برای درمان و پیشگیری از ایجاد آکنه و برطرف کردن قرمزی و التهاب ناشی از اون اثر بسیار خوبی داره فقط توجه داشته باشید که قبل از استفاده از روغن ها حتما اونها رو روی مثلا پوست بازو خودتون امتحان کنید که حساسیتی براتون ایجاد نکنه سیاه دانه با وجود خواص و اثرات درمانی زیادی که داره منع مصرف هایی هم داره و مصرفش برای بعضی افراد مناسب نیست و بهتر اصلا از استفاده سیاه‌دانه پرهیز کنند افرادی که دچار مشکلات کلیه و ضعف کبد هستند خانم های باردار مبتلایان به آلرژی و حساسیت و افرادی که داروهای ضد انعقاد خون استفاده میکنند و افراد با طبع خیلی گرم بهتره که استفاده نکنن و مناسبشون نیست لطفا شما هم اگر خواص دیگه یا سیاهتونه رو میشناسید یا تجربه در مصرف سیاهتانه دارید توی کامنت با ما به اشتراک بذارید